Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ezzem. İnşallah sehatmen başla hamitan. Men be deryafte ahcame ajsame davrani. ببینین اجزم اگر یک منحنی ما داشته باشیم به طور مثال جای خط داریم یک خط اگر به دور یک محور دوران بکنه جای یک حجم تشکیل میشه به دور محورات اینجا مهمترین گزینه در اعجام همی است که به دور محور وای و یا هم به دور محور اکس دوران کردن دو فرمول داریم به خاطر دریافت همی اعجام وی پای از دوران از فرمول از ثبوتش تشکیل میشه ای. اگر وای مربع بود تابعی از نظر به دی اکس داریم اما اگر بی تا به ای اکس مربع بود باز فکرتان باشه دی وای اگر دوران نظر به محور وای بود دی وای بگیرین اگر نظر به محور اکس بود دی اکس بگیرین وقتی که دی اکس گرفتین وای مربع وقتی که دی وای گرفتین اکس مربع یعنی در اینجا متحول اکس است اینجا متحول وای است تابع اینجا اکس است تابع اینجا وای است همین دو فرموله برای دریافت مساحت دریافت احجام اجسام دورانی دارین دوستان خب دقت بکنین از که اول باریکی را درک کنیم من سوال یک و دو را همزمان نوشته میکنم که شما متوجه شوین که دو عبارت چی فرق داره حجم جسم را دریافت که از دوران منحنی وای مسیح به دو اکس مربع با خط اکس مسیح به یک به حول محور اکس حاصل گردد ای این سوال است این عبارت است با خط وای مسیح به یک با حول محور وای داره میتونید خط اکس بگه ما بس به اکس قیمت یک وضع میکنیم تا به وای قیمت دو دریافت میشه ولی اینی مهم است که من محور وای گفته اینجا محور اکس گفته خیلی اینال ببینیم دوستان من چی گونه سوال حل میکنم دو جواب متفاوت به دور محورات میتونه احجام مختلف تشکیل شه وی مسایز به پای وقتی که یک خط داد دو سا یک دومین گپ همیشه قیمت اکس صفر وضع کنن یا وای صفر وضع کنن چون قیمت بر اکس پیدا میکنن وای صفر اکسش هم پیدا میشه صفر قیمت اکس هم شد صفر اینال دوستا ببینید من باید دی اکس داشته باشم به حول محور اکس گفته وقتی که دی اکس داشته باشم باید وای مربع در نظر بگیرم وی مساوی میشه با پای از یک تا به صفر وای مربع دو که مربع شد چار اکس بنمای چار دی اکس ای وای است اطراف مربع کردم وای مربع ما مساوی میشه دو که مربع شد چار اکس بنمای چار آله میریم قیمتایشون رو پیدا میکنیم پای خودش چهارم خودش اکس بنمای پنج بر پنج سرحد بالایی یک سرحد پایانی صفر سرحد پایانی صفر میشه یک عوض میکنم چهار پای بر پنج منفی صفر و جواب ما شد چهار بر پنج از پای در سوال دیگه تان ببینین ازم حجم جسم را دریابید که از دوران منحنی وای مسیح به دو اکس مربع با خط وای مسیح به یک به حول محور وای حاصل گردد اینجا دوستان محور وای است مخی فرمول ما تو یک شکل به خودش میگیره محور وای گفته حتما اکس مربع دی وای میشه اینال دوستان ببینین یک خط داده سرحدش یک ای بار دوستان ما قیمت وای دریافت میکنم اکس قیمتش صفر وضع میکنم صفر وایش هم قیمتش صفر پیدا شد سرحدات تعیین شد خیلی بجای اکس مربع قیمت چه میمانم صفر. وای بر دو دی وای خیلی در این صورت مساوی میشه با پای یک نما جمع کنین وای مربع بر یک دو تقسیم چار سرحدش از یک الی صفر سرحد بالای یک میشه پای بر چار واقعا شما متوجه شدین اینجا سعی کنین جوابش پای بر چار است اما اینجا چار پای بر پنج دو جواب متفاوت دریافت شد خب ایزن سوال از تمرین کتاب است حجم جسم را دریافت که از مساحت وای مسیح به اکس مکب با خطوط وای مسیح به اشت اکس مسیح به صفر به حول محور وای حاصل میگردد را محاسبه کنیم به حول محور وای گفته باید سرحدات هم محور وای باشه خیلی جا دی وای دارم باید ای اکس مربع باشه پای وی حجم ما مسایی میشه سرحد یکش از اشت اینجا قیمت اکس داده باید این رو وضع کنی که صفر وای قیمتش پیدا شد صفر پیدا شد صفر
هر قیمتی که داده بود. اگر X یک قیمت میداد ما یک وضع میکنیم تا اینجا ای پیدا شد. اگر سه قیمت میداد وضع میکنیم تا Y دریافت شد. این حال X مربع را کار دارم دوستان. میایم Y مثل به X مکعب دارم. اول از اطراف جذر سوم میگیرم. جذر سوم. Y جذر سوم Y مثل به X شد. حال اطراف هم مربع میسازم. یا مربع. پس در نتیجه قیمت X مربی ما شد Y بنامای 2/3 dy. یک انتگرال بسیار عادی و ساده است. میریم قیمتشان را دریافت میکنیم. Y بنامای پای خودش باشه ضریب 2/3 جمع 1/2/3 جمع 1. سرحداتش از 8 تا 0. پای میشه قیمتش Y بنامای 5/3/5/3 از سرحد از 8 تا 0. این میره صورت 3π/5 Y به عوض Y 8 2 مکعب کل بنامای 5/3. اینی 3 بای 3 خلاص. 2 بنامای 5 میشه 32. 32 را ضرب 2 میکنه ضرب 3 میکنن 2 3 6 3 3 9. 96π/5 قیمت حجم دریافت شده که از مساحت همین منحنی با خط Y مساوی به 8 و X مساوی به 0 یا X مساوی به یا Y مساوی به 0 حاصل میگردد. خب ببینید عزیزم، محاسبه طول قوس آخرین عنوان از بخش انتگرال به سوی مکتب. ما اگر بخوایم یک طول قوس محاسبه بکنیم از ثبوتش صرف نظر کردم دوستا، از بی تا به ای شما میتونید از دریافت فاصله بین دو نقطه بسیار ساده دریافت بکنین. اگر تابع پارامتریک بود، x زبر از t مربع جمع y زبر از t مربع dt، یعنی نظر به حروف t اگر بود، x مساوی به 3t مثبت 2 y مساوی به 4t مثبت 5، شما از x مشتق بگیرین نظر به تی، از وای مشتق بیرم قیمت گذاری کنم. اگر تابعتان بر حسب اکس بود، در این صورت مثلا سرحداتش از بی تا به ای جذره 1 جمع f زبر از اکس مربع نظر به دی اکس. و اگر متحول وای بود، بازم سرحدات از بی تا به ای، سرحد چه خودش میتد طول قوس چون مسته نیست، 1 جمع f زبر از وای، ایجا متحول وای از دی مربع دی Y. این سه رابطه داریم دوستا که نظر به نوی سوال میفهم. اگه Y مطرح بود از این فرمول کار میکنیم، X مطرح بود از این، اگه تابع پارامتریک بود از شکل بالایی محاسبه میکنه. ببینید عزیزم، طول قوس X مساوی به 3T مثبت 2 Y مساوی به 4T در اینیم فاصله محاسبه شود یا دریافت شود. در این صورت تابع را میبینیم پارامتریک است که سرحدات نظر به تی قیمت داده شده، x زبر از تی 3 y زبر از تی مساوی به 4. فرمول هم داشتیم، L مساوی میشه سرحداتش از 4 تا به 1 جذر x زبر از تی مربع 3 که مربع شه 9 جمع تی زبر 4 که مربع شه 16، نظر به چی بود؟ دی تی. L ضریب ثابت است، 16 جمع 9 25، 25 جذرش 5 چیز میمانه دی تی تحت علامه انتگرال. L مساوی میشه از دی تی انتگرالش تی 5 تی، سرحدش از 4 تا به 1، سرحد بالایی 5 4 20، منفی سرحد پایینی 5، چند واحد؟ 15 واحد. طول قوس ما 15 واحد است، هر مقیاسی که واحد اندازه‌گیری ما باشه. در این سوال ببینین دوستا، طول قوس ما Y مساوی به 2X بنامای 3/2 در فاصله X مساوی کوچک مساوی به 4 بزرگتر مساوی به 0 دریافت. در اینجا دوستان متحول چی است؟ X. باید ما از فرموله و طول قوس مساوی به L مساوی به جذر 1 جمع f زبر از x کار کنم. dx. آل نظر به تابع fx یعنی y مشتق میگیریم y زبر مساوی به 3/2 2/2 خلاص 3. x بنمای منفی 1 کم که از نمایش 1/2 میشه.
المیرم تحت جزر قیمت گذاری میکنم. علم مسایی میشه و سرحداتش از 4 تا به 0 جزر 1 جمع f زبر از x مربع داریم. مربع این سه x بنامه 1 بر 2 کل مربع از dx. خیلی در این صورت میتونم نوشته کنم L سرحدش از 4 تا به 0 3 مربع 9x. این را نوشته میکنم 1 جمع 9x کل بنامه 1 بر 2. این را نوشته میکنم D 1 جمع 9x. چی اضافه شد؟ 1 9 تغییر دیفرانسیل 1 9 پس تقسیم میکنم. اینال 1 نما جمع بکن، 1 نما تقسیم بکنن، 1 بر 9 ضربه 1 جمع 9x کل بنامه 1 جمع شده میشه 3 بر 2 تقسیم 3 بر 2. سرحداتش از 4 الا 0 میره 2 در صورت 2 بر 3 نو 27 سرحد بالایی 9 4 36 36 جمع 1 37 خیلی میشه جذر دوم 37 مکعب منفی سرحد پایانی 0 سیز 1 ماند جذر 1 به هر نما نتیجهش 1. این جواب نهایی طول قوس ما. در غیر از 37 باید مکعب شد و از جذر خارج شد که هرگز اوگونه جوابات در کنکور نمی باشه. همین جواب نهاییش می باشد من در ما صحبت شد. خب دوستا ببینید سوال سوم از سوال کتاب مکتب است. طول قوس منحنی x مساوی به y به نمای 3 بر 2 را در انتروال y کوچک مساوی به 4 بزرگ مساوی به 1. این بار متحول ما y است، نظر به x تابع x است، x زبر مشتق میگیرم 3 بر 2 y به نمای منفی 1 1 بر 2. میریم سرحدات چه خودش داده. L طول قوسش مساوی است از 4 تا به 1 تحت انتگرالش 1 جمع، یعنی f زبر از y مربع، یکی مربع شد 9 بر 4 y میشه d y. 3 مربع 9 2 مربع 4 او هم 1 بر 2 با 2 خلاص. مشتق بگیرن از این 9 بر 4 اضافه شد پس 1 4 بر 9 ضرب میکنم آلی 1 نما جمع 1 جمع 9 بر 4 y کل بنمای 1 بر 2 جمع 1 3 بر 2 تقسیم 3 بر 2 سرحداتش از 4 الا 1. 4 وضع میکنیم 4 با 4 خلاص 10 4 بر 9 2 4 8 8 بر 27 ضریب باشه. سرحد بالای 4 با 4 خلاص 10 میشه 10 بنامای 3 جذر دومش منفی 1 وضع میکنیم 1 4 4 4 جمع 9 13 13 بر 4 جذر دوم 13 بر 4 کل مکعب. این عبارت از طول قوس همین سوال ما. در سوال تمرین کتاب از دوستان طول قوس منحنی x مساوی به t مربع y مساوی به t مکعب در انتروال x مساوی به 2 کوچک مسیح به 2 بزرگ مسیح به 1 عبارت سه که جه اکس داده شده همون جه تابع پارامتریک است. یا تو یک کار کنین به اکس 1 قیمت بتین به تی پیدا شد باز به اکس 2 قیمت بتین جذر 2 و یا هم معادله را دوستا تعویض بکنین از معادله پارامتریک به یک معادله منحنی عادی تبدیل کنین. بعد چی معنا قیمت تی را از اینجا پیدا میکنیم جذر اکس آل میورن در این معادله خود وضع میکنیم وای مسایی میشه جذر اکس کل مکعب، یعنی یک تابع x به نمای 3 بر 2 شد. چرا متحول قیمت هم از جنس x بود تابع خودم بر حسب x ارائه کردیم. اینال میتونیم قیمت شانه بسیار ساده دریافت بکنیم. L مسایز به انتگرال میگیرم سرحدش از 2 تا به 1 مشتق از یام میشه y زبر مسایز به 3 بر 2 x به نمای 1 بر 2 آل میشه جذر 1 جمع امین مشتق مربع 3 بر 9 بر 4 x dx.
مشتق بگیره 9 بر 4 اضافه میشه. پس یک ضرب 4 بر 9 اضافه کنم. ال مساوی میشه به 4 بر 9 ضرب نمایش 1 بر 2 1 جمع 9 بر 4 از ایکس کل به نمای 1 بر 2 جمع 1 3 بر 2 اینجام 3 بر 2 سرحدش از 2 تا 1 میره در صورت ال مساوی میشه به 2 4 8 بر 9 27 سرحد بالایی را حالا قیمت گذاری میکنیم 2 9 بر 2 میشه 1 2 2 11 بر 2 جذر 11 بر 2 کل مکعب منفی 1 وضع میکنیم میشه جذر 2 13 بر 4 کل مکعب. یه جواب نهایی سوال ما که اکثرا در جوابات کنکوران به می شکل شکل جذری در جوابات میباشد. تشکر عزیزم از توجهتان. این بود ختم انتگرال. امیدوار هستم که یک چیز تانسته باشیم به دوستایی که مشکل داشتن نسبی همکاری شده باشه. ما را از دعایتان فراموش نکنید. موفق و کامگار باشید.